الان سر اون عکس رو بله اینم صورت جلسه شون بله سلام خسته نباشید سلام علیکم سرگرد اعتماد هستم مسئول بررسی پرونده بله خسته نباشید بابا بفهمم موفق باشید یه دیدن شما بعد از اتفاق ناخوشایند داره عادت هم میشه تو شغل ما معمولا اتفاقات خوشایند بعد از اتفاقات ناخوشایند میفته برید خدمت جناب سرگرد بله جناب سرگرد خدمت شما خیلی ممنون امر دیگه ندارید؟ موفق باشید با اجازه آقای دکتر عزیزی خب بگو ببینم اوضاع احوال چطوره اصلا نفهمیدم چی شد چند قدم باش فاصله داشتم که یا همه چی رفت رو هوا ابر رحیم اون دختره چی شد قبلا باهاش صحبت کرده بودم سر مرگ داداشت خب حالش چطوره 50-50 یعنی چی یعنی آی سی یو یعنی کما قبر رحیم چی به سر قبر رحیم اومد باید برم به ایش چی شد؟ همون 50-50 میگفت یکی به اسم عنکبوت رحیمو تهدید کرده عنکبوت؟ حیوان یا آدم؟ خب واسه چی باید این دختره رو بکشن؟ شاید خواستم با کسی صحبت نکنه مثلا با تو، با پلیس. به هر حال باید صبر کنیم و دعا تا از کما بیرون بیاد میگفت باباش از شلوغ کاری خوشش نمیاد واسه همین سر دزدیده شدن کیس کامپیوترش سر صدای ران انداخت میدونم اون عکسی که از لای کتاب برادرت پیدا کردی پیش من باشه؟ باشه
سلام. سلام. چی شده رسول؟ چیز مهمی نیست. از جام بلند شدم، سرم گیج رفتم تو دیوار. اوضاع با دقیق شما چجوره؟ آرامش برقراره؟ تعریفی نداره. چطور؟ تازه کارا شلوغش کردن. یه صدایی تو کلم میگه الان پشت من حرف میزدید. اون صدا نگفتی چی بوده حرفمو؟ چرا؟ یه چند تا چیزشو گفته. مثلا گفتید عباد پاش لبه گوره ولی هنوز رانندگی یاد نگرفته. خب نمیخوای یاد بگیری؟ من ترجیح میدم وقتمو صرف چیزای دیگه ای بکنم. مثل تدارک دیدن مسابقه بوکس؟ نه، برتر و بیشتر از یه مسابقه. بوکسور خروستیست که بشه تو مولوی پیدا کرد. اونم خوبشو. من بوکسرمو پیدا کردم ولی برای آماده شدنش وقت میخوام. این حرفا یعنی گرگر کردن. مرزها تنگ شده. ما نمیتونیم مواد وارد این مملکت بکنیم. تلفات زیادی باید بدیم. ما تنها راهی رو که داریم اینی که مواد اولیه رو وارد کنیم و در لابراتوارهایی که خودمون دست و پا کردیم اونا رو تبدیل به مواد اصلی بکنیم، یعنی کراک. این تنها راهشه. نفر اول به هم گفت دوربر خودتو خلوت کن. نفر دوم که من باشم گفتم چشم. خلوت میکنم اما به شیوه خودم. اگر هر کسی در این مسابقه بوکسی که من راه انداختم قهرمان بشه، هم سازندگی این مواد مخدر بهش میدم و هم پخش کنندگیش در سطح کشور. بقیه هم آقایون بازنشسته میشن و میرن نوه‌داری میکنند و برای خودشون یه سرگرمی و چیزی پیدا میکنن. اما تو شارو، تویی که مجردی و نبه نداری، تو با چی خودتو سرگرم میکنی؟ چجوری میگذرونی؟ شاید تا اون موقع زن گرفتم. میدونی تو ادعاهات قطوره. یعنی واقعا اگرم بخوای زن بگیری باید قد ادعاهات بگیری. ادعات هم که فقط ادعاست، چیز دیگه توش نیست. فیلت هم که یاد هندسون کرده و دلت هم میخواد که سری تو سرا دراری. گاهی هم یاد بابات و اون قبه هاش و تیمسار بودنش میفته. یعنی در حقیقت میخواستی بشی ارباب ولی شدی رعیت. کافیه یه نگاه به شناسنامه همدیگه بندازیم، اون وقت معلوم میشه کی سری تو سرا داشته و کی به زور خودشو تو همون سری تو سرا چپونده. ببینم، تو اون موقعهایی که بچه تر بودی توی مدرسه معلمتون اول سال ازت میپرسید که بچه ها پدرتون چی کاره است؟ تو انگشتتو بالا میکردی و میگفتی چی کاره است؟ داغ و درفش و شکنجه؟ میگفتی اینا دست چپ و راست پدرمه؟ آره میگفتم. الانم میگم اگه 5 تا فقط 5 تا مرد مثل بابای من بود خیلی اتفاقات میافتاد. خیلی اتفاقات هم نمیافتاد. اصلا سال 57 وجود نداشت. ول کنیم گذشته رو. من واقعا میگم مشکل بوکسور دارم. ببینم شاروخ، تو هم مشکل بوکسور داری؟ من مشکلم اساسی تر از این حرف هست. الو؟ ببخشید. Thank you.
سلام. سلام. مادرم صدات کرد بیا اینجا. میخواستم بیا با تاها. کارت هم داره. تو قبلا سرگیجه نداشتی؟ خیلی خوب. تو فهمیدی من دروغ میگم. چی شده رسول؟ دیگه دارم پوست کلوف میشم. تو 10 قدمیم آدم میتره کنم. قبر داداشم رو میفرستن رو هوا. 4 تا سنگم میره هوا میخوره تو سر من. یا داری از وسطش تعریف میکنی یا از آخرش؟ از هر جوش که میگی من که چیزی نفهمیدم. ببین درسته. من باید به تو توضیح بدم. از اول مو به مو. ولی الان حال روزشو ندارم. بذار برای یه وقت دیگه. بازم یه وقت دیگه. تو چته؟ چی رو داری هی به من گوش زد میکنی؟ عیب نداره سر من داد میزنی. ولی صدات که میره بالا مادرت با اون حال و روزش. شما دوتا چتونه؟ هیچی. مرگ آقا رحیم همه رو به هم ریخته. میدونم اخ کرده باشی شوهرت کمتر سراغتو بگیره. حرف و سخندار میشه دختر مردم. من خودم از رسول گله دارم به خاطر تو که چرا زودتر نجنبی تو رو بیاره تو خونه. ولی فایزه جان به حرف اطرافیانت گوش نده مادر. رسول تو رو دوست داره. الان وقت این حرفا نیست هاش خانم. داغ آقا رحیم مگه تموم شدنیه؟ برات بشقاب میارم. تو بشین. یه مدت تعاملم کن. باشه. سلام. سلام. رسول هست؟ آره هستش. این قصه سرش چی بود؟ نمیدونم. درست که حرف نمیزنه. یعنی اسم داد زدن حرف زدن نیست. یاد بگیر بعد شوهرت جلیش کس نگو. حتی من که داداشتم. حالا بهش بگو مدام دنبال سیاهی هم. خیلی خوب.
برو لباساتو بپوش بریم. من نمیام. فروتنگ و پارچه های محرم و رسول و هم بیارید. بی رسول هم میشه برد. یکی باید بالا سر شما ایسته. دیگه دوتا دونه پارچه چسبوندن که به پا نمیخواد. تو چته؟ چرا همه چی رو با هم قاطی میکنی؟ تازگی انگار صدات هم زیاد میره بالا. آره خب صدا میره بالا. خواهر برادرید دیگه. درد و دل میکنید. حسل سرورنش رسول. اگه زنت من این عروسی رو را انداختم چسبوندم کدوم درد و دل؟ منم اندازه تو ناراحتم سر این غم. همه چی هست، هم پارچه هست هم دیوار، کسی لنگ نمیونه. میگه فرشتم؟ بله. بعد موقع که زنگ نزدم. شماره رحیم رو تو دفتر تلفن مغازه داشتم، مزاحم شدم. امرتون. دو سه تا کار دارم. سومیشو بفرمایید. اون چکی که بهتون دادم طلب رحیم، خواستم بیاد اینجا نقدی بهتون بدم. حساب بانکی به یه مشکلی برخورده که نمیتونین چک و نقد کنین. مهم نیست، اصلش یادت چک نبوده. خب من حالا یادتون انداختم. کجاست؟ سالا چیپی. از پلیس چی خبر؟ یه سرگردی پیگیر پرونده است. سفت و سخت؟ نه خیلی شلوغ نشده. یه آدمی به اسم یادم نمیاد، یه سرگردی بود. فکر کنم از گم و گور شدن مقصود دنبال رحیم صادقی هم پیش ما اومدن. البته پیش ما که نه، پیش من. تو که گم و گوری، کسی دستش بهت نمیرسه. این که اینجا میای و میری، محتاط برو بیا. یه برنده وسط پیدا کردن، یه بوکسور، یه آدم حسابی. آدم حسابی؟ رسول صادقی، قهرمان دوم جهان. البته اولم میتونست باشه، منتها تو فینال خورد به پست یه رقیب اسرائیلی. و گفتی صادقی؟ آره، برادر بزرگه رحیمه. در روز نیست که پسر رو فرستادیم سینه قبرستون، بعد تو میخوایی داداش بزرگشو بیاری بین خودمون؟ داریم از پلیس و سرک کشیدناش حرف میزنیم، بعد میگی داداش رحیم؟ دیگه وقت زیادی نداری. تا آخر این ماه باید مسابقه بدی، باید بوکسور داشته باشی، وگرنه باید میذارتت کنار. آره میذارتم کنار، ولی بوکسور میخوام تا تو مسابقه برنده شه، نه شر و شور. اگه گندش درات پیش پلیس، پیش عباد، اگه عباد بفهمه که یه بچه دانشجو تا کجا به من و شغل گم و گورمون نزدیک شده بوده. نه، ولی تو باید برنده بشی تا موندگار باشی. پس باید به یک گزینه خوب برسیم. شاهرخ، گزینه خوب همین رسوله. یه نه گنده. من خودم مراقب همه چی هستم، نمیذارم کار به جایی یه چیزی بکشه که واسه تو شر بشه. تضمین میکنم. آره یا نه؟ با من کاری داشتین قربان؟
اون خانم صاحبکار رحیم بود، پیتزا فروشی، همون بود که زنگ زد. من که چیزی نپرسیدم. چرا پرسیدی؟ از چشات بپرس که پرسیدی. یه حساب کتاب مونده بود از رحیم که مدیون نباشه. اینا رو گفتم که امشب موقعی درد دل با داداشته ها اینم بهش بگی. ولی تا آقا امشب خونه نیست، واسه همین تو داری منو میرسونی. وگرنه تو کجا، خونه ما و بابام کجا؟ نگر داره. رسول پاشو مادر، اومدن هجله رو ببرن، برو حساب کتاب کن. پاشو مادر. بفرمایید، خسته نباشید. الان بچه ها علامو تو عروسی ها میدن، لباس بردن آوردن هجله عزا. فرمی بفرم. علیکم. یا علی. سال دوست، امسال آشنا. سلام. سلام. تقویم سالیانه شما دو روز است، پیروز خدمت بودی. اینم هم میبرم برای تکیه. درسته که باشگاه رو تعطیل کردیم، ما آمادش کردیم برای محرم، ولی یه جای تمرین، یه کیسه بوکس برای تمرین قهرمان مملکت رو پیدا میشه. ممنون. حال روز تمرین که بیاد میام. این حال روز تمرین کی برمیگرده؟ دیگه چه خبر؟ یعنی چی؟ تو سن من بعد از یه مدال جهانی با این هجره رحیم انگیزه های مقداری زمختر میشه واسه تمرین کردن. به خودت وقت بده، درست میشه. باشه. بابا الفت اومده؟ نه نیومده، نگرانشم. اینم جای مکان درست حسابی نداره که آدم بره سراغش که. خداحافظ. به نظر من هر گوشه این شهر یه لکه است، تا این لکه بروز نکنه، تا خودشون نشون نده، ما که نمیتونیم پاکش کنیم. وقتی پاک کردید دختر من زنده میشه؟ نه نمیشه. از این بابت متاسفم، خدا رحمتش کنه.
ولی اینو میدونم که شاید با پاک کردن اون لکه دیگه پدری عزادار بچهش نباشه. شما نمیدونید من خیلی غمگینم برای دختر شما، برای اون همکلاسیش رحیم، ولی بین این غم و تأسف یه دلشوره‌ای است که خیلی آزارم میده. دلشوره از این که نکنه یه خونه دیگه ای ریخته بشه. مگر عقلم میرسه که تو این وضعیت نباید مزاحم شما بشم؟ شما حق دارید، این کاملا طبیعیه. مزاحم شدم؟ نگو. میخوام ببینم تو. بیا پیشم من خونم. ولی من آدرسی از شما ندارم. پس یعنی این که تشخیص دادم نمیتونی منو ببینی؟ نه جا و مکانمو بدونی کجاست. یعنی این که من آدم دم دستی نیستم. یعنی این که من لذت ارباب بودن اینجوری دوست دارم. دوری و دوستی، گم و گور بودن. اون دختره چی شد؟ پلیس زیادی پاپی شده سر رحیم. امروز باز اومده بودن سراغ من. یه سرگرد. یه سرگرد؟ بیاماده. شما خودتون چی؟ من دیر صبحونه خوردم. بشین رسول جان، من باز میکنم. سلام ماده. سلام مامان جان. عزیزم خوش اومدی. ممنون. کسی خونه نیست؟ چرا؟ داداشتون جاست. برو پیشش. دلم تنگ شده گفتم بیام یه سری بهتون بزنم. خوب کردی عزیزم. برو بشین تا برات غذا بیارم. دست درد نکنه. سلام داداش. سلام. خونه ای؟ چطور؟ میگم خب بالاخره بیرونی، تمرینی، باشگاهی، اینجوری بیشتر اذیت میشی. یا مرگ رحیم به درد تو خورد که هر وقت چشات قرمز بود و گریه کردی بندازش گردن داغ رحیم. من و تو با هم بزرگ شدیم، هم من تو رو میشناسم هم تو منو. شوهرت ها؟ تری به تخمش میره حسنی به باباش. بچه میخواد یک لنگ خودش بشه. قصه تو و شوهرت از اولین باری که دست رود بلند کرد تا همین پارسالی که حرف از ارث و میراث پدریمون زد و رحیم جلوش وایساد و زد تو گوش رحیم سر دراز داره. اگه میبینی تو الان کوتاش نکردم سر این بود که خواستم آبروداری کنم جلو مردم، جلو تو. بسه دیگه رسول جان، بسه. پاشو برو بیرون، پاشو برو تمرین کن، پاشو برو پیش فائزه. الو. الو سلام سرگرد. سلام. چی شده؟ متاسفانه نشد از کما بیرون بیاد.
آقا رسول. الان تنها سرنخ ما فرشته است. تو مجلس ختمم که اومده بود دیدنت. اون تنها کسیه که میتونه راز قتل رحیمو برملا کنه. بنابراین باید بهش بیشتر نزدیک بشی. تو تنها آدمی هستی که به هزار دلیل میتونی باهاش همراه بشی، جوری که به ما شک نکنه. اینجوری هم به قاتل رحیم میرسیم، هم البته میدونم سخته ولی شدنی. بهش فکر کن. سوار نمیشی بری؟ از کجا پنچر اومدی خود نمیدونی؟ پنچر؟ جون چیزی شده، نمیخوای حرکت کنی؟ از رحیم چه خبر؟ هنوز بر نگشته. حالا هوا شده عین تله موش. داری میری جای دیگه میری، یهو میگیرتت، میاره سمت خودش. بعد بغض میکنی، دلتنگی. رحیم از یکی به اسم الهام باهاتون حرف نزده بود؟ وقتی مدیر جایی بودی خیلی با زیر دستات حرف نمیزنی. از یه فکر میگفتید. اگه میخواستم براتون مسابقه بوکس بذارم قبول میکردین؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ شما گفتید میخواستید، یعنی ظاهرا منصرف شدین. واقعا میخواستم، در حد یه فکر که هیچ وقت اجرا نشد. ولی شام سر جاشه، یه رستوران دریایی تو کرج که من هفته یه بار اونجا شام میخورم. من همون ماهی، ماهی غزلاله. ماشین رو جا به جا میکنه تو پارکینگ. قضیه مسابقه بود؟ قضیه سر پول بود. این روزا اصلا حوصله پول در آوردن ندارم. دقیقا تو روزایی که آدم حوصله یه چیز رو نداره اون چیز میاد سراغ آدم. اون چیز یعنی موقعیت. موقعیت یعنی آینده، تضمین آینده. چیکار میکنید؟ تو رستوران گرونی هر هفته شام میخورید. دوست دارم انتقام بگیرم، انتقام بچگیمو. بچگی که نه، بچگی نکردم. نوجوونی، جوونی،
بی پولی. بابا مسئولیتش روس بود. یه ماه هم که بود من و مادرم و خودش رو بستیر شکم اولاق و از مرز شوروی کمونیست رد شدیم. شدیم ساکن ایران. فکر عوض کردیم. اسم عوض کردیم. ولی نه تو شوروی نه تو ایران خوشبخت نبود. میدونی چرا؟ استعدادشو نداشت. خوشبختی استعداد میخواد؟ اونم مادرزادش. پول میخواد. بابام نداشت. نداشت که مادرم سر زایمان دومش مرد. پدرتون چی شد؟ مرد. حله شدن تو سد کرج. مرد. کی؟ کیا حالش دادن؟ نداری؟ اعتیاد. زورشون زیاد بود حالش دادن دیگه. بازرسیه. خب که چی؟ که چی یعنی چی؟ وای نستی ها؟ برای چی وای نستم؟ بهت میگم برو وای نستا. یعنی چی؟ برو یالا. برو وای.